هنر همواره قادر به جذب کردن دردها، رنجها و دشواری‌های عظیم سیاسی و اجتماعی بوده است. حالان که با ظاهری زیبا و زبانی مشترک در تلاش برای بیدار کردن وجدان آدمی و تغییر شرایط اجتماعی و سیاسی است. در این میان اما هنر معاصر نیازمند روش‌های بروزتر و رسانه‌های قابل لمستر برای بازگویی و به اشتراک گذاشتن وقایع اجتماعی و سیاسی در حال وقوع است. روش‌هایی مثل هنر اجرایی و یا چیدمان. اما سوال اینجاست که هنر معاصر چگونه می‌تواند با مفاهیم پیچیده‌ای چون استعمار و بردهداری، فقر و جهل و جنگ و نجات پرستی به مقابله بنشیند. این قسمت دوم از پرونده کادر عطیا است. کادر توضیح می دهد که در نمایش آثارش پلی میان شعر و سیاست کشیده است. چرا که هنر درمانگر است. هنر با قدرت و تأثیر اعجاب انگیزش می تواند نگاه و طرز فکر انسانها را تغییر دهد. مانند اثر آینه های فلزی که گویی با خشونت ضربه خوردند و یا ماسک های پوشیده شده از تکه های خرد شده آینه. و یا اثر بازتاب حافظه که به موضوع ترمیم، بازسازی و تکامل می‌پردازد. فضای اغلب نمایشگاه‌های او به دو بخش تقسیم می‌شود. چیزی که ما را معماری نوگرا می‌خوانیم و سوی دیگر ارتباط آن با گذشته و شجره آن. کادر همواره به تغییر ماهیت فضای اطراف ما در ذهن بیننده علاقه دارد. کادر در آثارش به هویت حقیقی و ریشه‌های اصلی آن در زیر مفهوم استعمار می‌پردازد. مسیری که سرنخ آن
به آنکه ما که هستیم و از کجا آمده ایم می پیوندد. در عرصه ای که تقریباً تمامی رسانه های ارتباط جمعی و حتی برخی از آثار هنری به دلیل مناسبات اجتماعی و سیاسی در نفی حقیقت استعمار و بردهداری هستند. شاید چون مردم نیز علاقه‌ای به شنیدن حقیقت تلخ ندارند. کادر میگوید ما نمیتوانیم آینده بهتری را با نفی حقیقت تلخ گذشته بسازیم. چرا که تمامی وقایع تلخ و زخم‌های تاریخی از خشونت‌ها، جنگ‌ها و غصب کردن سرزمین‌ها در ظاهر پنهان و تمام شدند، اما در حقیقت آنها همینجا و در مقابل چشمان ما هستند. نسلی سرگردان و خسته از مفاهیم پیچیده‌ای چون کپیتالیسم و نیولیبرالیسم، و اینجاست که هنرمند متعهد موظف است تا صادقانه و با بیانی قابل درک و آمیخته از شعر و سیاست به التیام و آگاهی سازی نسل بشر بپردازد. در اغلب جوامع سنتی مفهوم تعمیر، ترمیم و بازسازی به معنای زیبایی و کارایی جدید بخشیدن به اشیا و عناصر شکسته، زخمی و یا از کار افتاده است. مفهومی که مدرنیته با حذف کامل آن ما را هرچه بیشتر از ریشه های هویتی خود دور کرده است. مثل چیدمان پاهای مصنوعی در حالتی نشسته بر روی نیمکتی در فضای عمومی. کادر در مورد این اثر میگوید همه چیز در تضاد کامل است. شما وارد محوطه میشوید که دیوارها و سقف آن در ظاهر مانند لحافی نرمند، در حالی که در میان فرو رفتگی ها سیخ هایی سر به بیرون زدند. تضادی عمیق و واضح میان حس راحتی و آرامش و قدرت و سلطه گری. تضادی که به گفته کادر نمونه بارز دموکراسی مدرن غربی است. به اعتقاد کادر، مدرنیته این توانایی را دارد که توهمی از رفاه و راحتی را با کنترلی شدید و با توجیه آن که این بهترین راه زندگی است به انسان امروزی نشان دهد. او میگوید برای درک حقیقت تسلط دولت‌ها باید نقاب دروغین مدرنیته را از زندگی روزمره خود کنار بزنیم.
نام این اثر آینه بزرگ جهان است. دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم نتیجه تک تک شدن‌های بی‌شماری است. این اثر چیدمانی حرکتی قبل از به نمایش گذاشتن تک تک شدن‌های رو به افزایش از جدایی سرزمین‌ها و انسان‌هاست و تلنگری تا شاید به خودمان بیاییم. نام این اثر چیدمانی اجرایی عرب سپرینگ یا بهار عربی است. اثری که کادر در سال 2014 آن را اجرا کرد. موضوع این اثر چیدمانی اعتراض به تخریب آثار هنری موزه مصر در سال 2011 و در پی جریانات اعتراضی موسوم به بهار عربی است. Thank you.
مجموعه مشابه ویترین فروشگاه ها و به کنایه از تأسیساتی محکم و پا بر جا. این ویترین ها یک هویت ساختاری و مستحکم اما تو خالی را نشان می دهند. در حالی که شکستن آنها در ظاهر حرکتی اعتراضی و ضد استبدادی است، اما در حقیقت باعث صدمات جدید و زخم های جبران ناپذیری بر پیکره اجتماع می شود. این اثر فضای بعد از فاجعه را نشان می‌دهد و عدم وجود سیاستمدارانی کاردان که به جای ترمیم و بازسازی زخم‌ها مسبب تداوم بی‌نظمی چندین نسل از انسان‌ها می‌شوند. به اعتقاد کادر، پیام اصلی این اثر اجرایی چیدمانی نشان دادن دوغاب شورشی است که شاید تنها در ظاهر منجر به ریشه‌کن کردن یک رژیم فاسد شد، اما به دلیل عدم رهبری مناسب مسیر حرکت را به سمت آزادی و توسعه اقتصادی پیش نبرد. به گفته کادر عطیا، این هنرمند فرانسوی الجزایری، این اثر نمونه کوچکی از جهان معاصر ماست. روندی مخرب و تکرار شونده که به جای ترمیم و بازسازی زخم‌ها و کاستی‌ها و جبران اشتباهات گذشته، تنها فرهنگ‌ها را نابود می‌کند.